ساعتی پیش در همین رابطه با الن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا صحبت کردیم آقای ایر ضمن تکرار موزه رسمی وزارت خارجه آمریکا به سخنان بنیامین نتانیاهو و تاکید بر اینکه این, این موضع همانی است که پیشتر رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده بود گفت نخست وزیر اسرائیل درباره موضوع اصلی یعنی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هیچ فکر و ایده جدیدی مطرح نکرد آقای ایر به صدای آمریکا گفته رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا فرصت نداشتند سخنان آقای نتانیاهو را تماشا کنند و تنها متن اون را دیدند من میدونم که نه, پرزیدنت اوباما نه سکرتری کری فرصت داشتن تا این سخنان را تماشا کنند ولی میدونم که هر دویشون مدن سخنانیش را خوندند و دقت کردند درصد ممکنه در حاشیه در حاشیه این مذاکرات در موضوعات مختلف صحبت میکنند ولی در متن مذاکرات که مهمتر است در مورد رسیدن به یک راحل مرزیل تلفین صحبت می کنند که در اون و با اون ما میتونیم مطمئن باشیم که ایران هیچ وقت از دستیابی یعنی جلوگری دستیابی ایران به بام هستی خواهد کرد اونطور که شما خوب میدونید محتویات این این مذاکرات را باید محفوظ بداریم و باید سری بموند بله به طور کلی میشه گفت که کار ما این است که این فاصله ها را کم کنیم و به یک راه حلی برسیم که میتونیم با یک نظام راستی آزمایی همه جانبه و, و مطمئن باشیم که ایران نمیتونه به با بام هستی دست برسد و از طرف ایران ایران معلوم است که خواستار آن است که این تحریم ها برداشت های هستی برداشته شوند پس ما سعی می کنیم که به این هدف های مشترک برسیم ولی در مورد جزئیات متاسفانه نه نمیتونم ما در پی آنیم که همون که قبلا به اون اشاره شده است که این همون زمان گریز هستی ایران به دست کم یک سال برسد برای مدت سال دو رقمی و اگر میتونیم به چنین توافق برسیم با نظام راستی آزمایی شدید این یک توافق خوب خواهد بود ما اصرار کردیم در گذشته و هی اصرار خواهیم کرد که الان وقت تحریم های جدید نیست اگر تحریم ها شود توسط کنگره پرزیدنت اوباما،, اوباما،, آن را ویتو خواهد کرد ما در حین مذاکرات هستیم و این مذاکرات فعلی بهترین راه ممکن است برای رسیدن به یک راه حلیه و ما نباید این مذاکرات را مختل کنیم و اصلا هیچ لزومی نیست الان در حین مذاکرات برای تحریم های جدید